دولت بایدن تصمیم گرفت که سپاه را در لیست تروریستی نگه دارد. یکی از عواملی که آمریکا را تشویق به ادامه لیست‌گذاری سپاه کرد، قیام‌های اخیر مردم ایران بود. ترامپ هم بعد از قیام 96 بود که برجام را پاره کرد و از آن خارج شد. از شروع مذاکرات احیای برجام، یکی از خواسته‌های رژیم ایران حذف سپاه از لیست تروریستی بوده است. رژیم تا همین امروز احیای برجام را که مدت‌ها سر آن مذاکره داشتند، پشت لیست سپاه قفل کرده است. تمام مذاکرات احیای برجام از جانب رژیم چیزی جز تلاش برای تأمین منافع سپاه نیست. ابقای سپاه در لیست تروریستی شکست تلاش‌های رژیم و لابی‌های او در غرب است. سپاه نیروی محوری سرکوب و جنگ افروزی در این رژیم است. مردم ایران فقط خواهان لیست‌گذاری سپاه نیستند، بلکه خواهان انحلال این نیروی اهریمنی هستند. اگر خامنه‌ای قصد جنگ افروزی ندارد، یک ارتش برایش کافی است. هزینه‌های سپاه باید صرف مردم ایران شود. آیا باقی ماندن سپاه در لیست تروریستی ضربه دیگر بر پیکر حاکمیت پرتوت خامنه‌ای نیست؟